با عرض سلام درود به یاران عزیزم با آرزوی توفیق و سلامتی شما یاران گرامی در کلیه مراحل زندگانی. دوستان عزیزم، اخیراً شاهد بودیم که رهبر نظام حاکم بر ایران صحبت‌هایی رو طرح کرد در رابطه با اتحاد، در رابطه با وحدت در مملکت و اهمیت اتحاد و وحدت در مملکت. یکی از نیازهای مهم امروز ما اتحاد ملی است. اتحاد ملی سد، دیواره محکم سر به فلک کشیده است در مقابل دشمن. اتحاد ملی همون چیزی است که نقش بسیار عظیمی در پیروزی انقلاب بعدم در پیشرفت انقلاب داشت. اتحاد ملی و توجه داد به این نکته که دشمنان این اتحاد و وحدت رو نشانه رفتند و در صدد فروپاشاندن اون هستند، چون با اصل نظام مخالفند و خواهان براندازی نظام هستند. تیرک حفظ نظام در واقع عامل اتحاد و وحدت میتونه باشه و باید همه این اتحاد و وحدت رو حفظ بکنن. امروز ما نیاز داریم به اینکه این اتحاد رو هر چه ممکنه بیشتر کنیم. دشمن نقطه مقابل این حرکت کرده. ما نقشه دشمن برای ما روشنه. دروغ پردازی، شایعه‌سازی این کارا رو میکنن برای اینکه بتونن اختلاف ایجاد کنن. خب پس وقتی که ما میبینیم دشمن وحدت رو آماج حمله های خودش قرار داده، وظیفمون چیه؟ وظیفه این است که این اتحاد رو، این وحدت رو حفظ کنیم، نگذاریم دشمن در این خواسته پلید خودش پیروز بشه. این نمونه هایی است از اونچه که وجود داره. و سپس ایشون سفارش های اکید کرد در مورد این که روز 22 بهمن جا داره که عموم آحاد مملکت بیان و در خیابان ها حضور به هم برسونند برای اینکه نشون بدن که نگهدار این تیرک حفظ نظام و عمود خیمه نظام هستند، بنا به اصطلاحات خودشون، یعنی وحدت عمومی در سراسر مملکت. 22 بهمن امسال انشاءالله به توفیق الهی مظهر حضور مردم، مظهر عزت مردم، مظهر اعتماد مردم به یکدیگر، مظهر اتحاد ملی است. من توصیه‌ام هم اینه به همه آحاد مردم عزیزمون که سعی کنن این راهپیمایی رو، این روز بزرگ رو، این حرکت باشکوه رو مظهر اتحاد ملی و وحدت ملی قرار بدن. این پیام رو به طور صریح به دشمن برسونن که تلاش او برای از بین بردن اتحاد ملی تلاش خونسا شده است و نمیتوانند مردم را از هم جدا کنند، نمیتوانند مردم را از نظام جدا کنند، نمیتوانند نظام را به مردم بدبین کنند، نمیتوانند گروه‌های مختلف مردم را به جنگ با یکدیگر و این وادار کنند. اما در عمل شاهد بودند جهانیان و ایرانیان که چون این اتفاقی نیفتاد. اکثریت قریب به اتفاق مردم این پیام رهبر نظام رو نادیده و ناشنیده گرفتند. چرا چون این اتفاقی افتاد؟ مگر مردم ایران نبودند که در 12 بهمن 1357 وقتی که آقای خمینی از فرانسه با هواپیما به تهران رسید،
به طور میلیونی اومدند در خیابان‌ها و الان رهبر نظام دعوت به وحدت میکنه، دعوت به اتحاد میکنه، اختلاف نسلی رو مطرح میکنن، یه وقت زن رو مطرح میکنن، یه وقت مسائل گوناگون دیگری، یه وقت برای اینکه اختلاف ایجاد کنن. خب چه اتفاقی افتاده که علی رغم همه این دعوت ها باز هم مردم توجهی نمی کنند و دقیقا با بی‌اعتنایی خودشون میخوان نظر مخالف خودشون و مخالفت خودشون با نظر رهبر بیان کنند؟ چرا؟ چرا اینطوری شد؟ به خاطر تعریف متفاوتیه که نظام ظرف این 44 سال از واژه وحدت ارائه داده. ایران یک کشوریه مانند قطعات موزاییک که در کنار همدیگه چیده شده، خرد آیین‌هایی که در ایران دارن مردم ازش پیروی میکنند، گروه‌های مختلف فرهنگی، زبانی، عرفی که در طول هزاران سال در ایران زندگی کردن. یه وقت بحث شیعه سنی رو مطرح میکنن. خب یه اختلافاتی قهرن وجود داره، این اختلافات رو نباید تبدیل کرد به گسل. یک اصطلاحی وجود داره به عنوان وحدت در کثرت و اصطلاح متخالف و متقابل با اون وحدت با حذف کثرته، یک دست سازی تنوع‌های تاریخی که در ایران وجود داره و همه رو آوردن زیر بیرقی به نام ولایت فقیه. به خاطر دارند گردانندگان نظام و رهبر نظام که در طول سنوات گذشته حاکمیت نظام ولایت فقیه بر ایران در ایام بهمن ماه نغمه ها و زمزمه های وحدت بالا میگیره و مردم رو رسانه ها با شدت بسیار زیاد زیر تبلیغ میگیرند که در 22 بهمن و مراسم 22 بهمن حتما حضور در خیابان ها به هم برسونن. اما وقتی 22 بهمن میگذره چی میشه؟ این قضیه وحدت روی تاقچه نظام قرار میگیره تا سال بعد. در هفته منتهی به 22 بهمن ماه 1384 فراخوان‌های بسیار زیادی در رسانه‌های نظام داده شد که باید نمایش وحدت توسط مردم داده بشه که مردم دنیا ببینند که همه ایرانیان با همدیگه حول یک محور جمعند، اونم اتحاد عمومی، اما از این که یهودی باشند، مسیحی باشند، زرتشتی باشند، سنی باشند، صوفی باشند، شیعه باشند، بیدین باشند، بادین باشند مهم نیست، همه ایرانی هستند. ایرانیان 22 بهمن بیان در مراسم و جشن‌های 22 بهمن شرکت کنند. بعد 22 بهمن تموم شد، 25,000 نیروی بسیجی به قم فرستاده شد همراه با نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی و مأموران شهرداری با بولدوزرها با امکانات مختلف. برای چه کاری؟ برای حمله و تخریب یک ساختمان قدیمی واقع در بولوار ارم در وسط شهر قم. تصمیم نظام بود. نظام گفت 22 بهمن تموم شد، حالا دیگه 24 بهمنه، حالا ما میتونیم کارمون رو شروع کنیم. از کی، از کجا شروع کنیم؟
از تخریب محل تجمع درویش ها. اون شب تا صبح محل تجمع درویش ها رو در وسط شهر قم تخریب کردند. 1450 درویشی رو که مشغول اعمال عبادی عاشورای حسینی در دهه اول ماه محرم بودن رو دستگیر کردند، به زندان ساحلی قم متعلق به سپاه پاسداران منتقل کردند. اون سال گذشت و این جریان تکرار شد. در بهمن ماه 1387 چه اتفاقی افتاد؟ همین واقعه دوباره تکرار شد. یعنی تا روز 22 بهمن دوباره رسانه ها دعوت به حضور عمومی ایرانیان میکردن، مردم ایران که بیان شرکت کنید در تجمعات 22 بهمن. 22 بهمن که تموم شد، مقدمات حمله شبانه خودشون رو شروع کردن به محل تجمع درویش ها در آرامستان تخت پولاد در شهر اصفهان و نهایتا در شب 30 بهمن اونجا رو ویران کردن، تخریب کردن. در 30 بهمن 1396 چه اتفاقی افتاد؟ برای 22 بهمن 1396 دوباره دعوت به گرد همایی و تجمع داده شد توسط رسانه های نظام. بعد که 22 بهمن تموم شد، مقدمات حمله و یورش و محاصره و تجمع گروه های مختلف از نهادهای امنیتی، بسیج، پاسداران، واحدهای نوپو، ناجا، همه در گلستان هفتم در اطراف دولت سرای قطب دراویش گون‌آبادی تدارک دیده شد تا نهایتا در شب 30 بهمن اونجا خون خونریزی وحشتناکی به راه افتاد و از فردای اون روز حصر قطب جلیل القدر دراویش گون‌آبادی حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده منصوب علی شاه رقم خورد و ایشون باقی ایام عمر مبارکشون رو در حصر و حبس خانگی سپری کردند تا نهایتا در سوم دی ماه 1398 به شهادت رسیدند. اینها در حافظه تاریخی مردم ایران ثبت شده، نه فقط در حافظه تاریخی درویش ها، در حافظه تاریخی مردم ایران، چون این نوع وقایع و اتفاقاتی که برای درویش ها افتاد در این شهر یا اون شهر نبود، در سراسر ایران بود. در سراسر ایران هر جا یک درویشی بود، بعد از 22 بهمن هر سال زیر فشار شدید قرار می گرفت که چی؟ که چرا درویشه؟ چرا یه دونه حسینیه داره میره اونجا داره تو حسینیه نماز میخونه؟ اصلا چرا باید حسینیه داشته باشه؟ استدلال کارگزاران نظام برای تخریب عبادتگاه های درویش ها چی بود؟ میگفتن همه باید بیان تو نماز جمعه به اون امام جمعه و جماعتی که توسط نظام تعیین شده اقتدا بکنن. اگه خودشون محل عبادت جدا داشته باشن و به یه امامی که از بین خودشون هست اقتدا بکنن، این شق عصای مسلمین محسوب میشه، وحدت رو به هم میزنه. به همین دلیل باید عبادتگاه های درویش ها برچیده بشه تا بعد خود درویشی برچیده بشه. همین رفتار رو با مساجد اهل تسنن در تهران و سایر شهر کردن.
گفتن نباید اهل تصنع برند و پشت سر امام خودشون نماز بخونن. تبعیض و نابرابری متاسفانه خیلی زیاد شد، بیداد میکرد. تبعیض نسبت به زنان، زنان حقیقتا شهروند درجه اول نبودن، یک نبودن، زنها شهروند درجه دو قرار گرفت و حق و حقوق زنان، جایگاه زنان. اهل سنت اقوام مذاهب با تبعیض خیلی شدید گسترده روبرو شدن. ما میدانیم، اهل سنت میدانیم که چه کشیدیم تو این مدت، چه پیگیری هایی بوده و اهل سنت بارها فریاد زده شده که ما شهروند اگر درجه دو هم بودیم خوب بود، درجه سه و اون ورتر مسئولان می گفتن که اهل سنت شهروند درجه یک، ولی عملا نبود، حرف بود. استانهایی که حد اکثرشون اهل سنت توی کشور، توی استان خود ایمان و یا بالاخره جمعیت اهل سنت اونجا زیاده، حداقل یک نفر در شورای تامین وجود نداشته در گذشته. و این توی ادارات، ادارات که 300 نفر هم با توی ادارات کل، حالا ما وقتی آمار میدیم بعضی فرماندار را ذکر میکنن، آمار فرماندار بخشدار توی شهرستانان، ولی مرکز استان که تصمیم گیرنده و مرکز سکل استان، در مرکز سکل استان تو ادارات هست که 400 نفر مامور داریم، 300 نفر پرسنل، یا 20 شون اهل سنت یا 15 شون اهل سنت. توی آموزش و پرورش تبعیض بیداد میکنه و همواره گلایه بوده، همواره شکایت بوده در استخدام ها، در بکارگیری. نظام اسلامی نمیتوانی نبی پذیری وقت نظام به نام اسلامه، باید درو مساوات باشه، حقوق اما برابر باشه. و ما الان نمیخواهیم که روی مسائل قومی زیاد صحبت کنیم، نمیخواهیم روی مسائل مذهبی بریم. ما اولویت های من مسائل ملی هست، مسائل که شامل کل ملت ایران هست. همه ایرانیان، همه ایرانیان شهروند ایران هست و تمام ایرانیان با هم برادر هستند، برادر و خواهر هست. ما امروز قبلا بنده گفتم و تکرار میکنن که ما شیعه و سنی نداریم. مسئولان نگران اختلاف شیعه و سنی نشن که ما شیعه و سنی نداریم امروز، ما اقوام هم نداریم امروز. اقوام، مذاهب، مردم ایران همه یکی هستن، همه ما شهروندان ایرانیم، حق و حقوق همه، همه ایرانیان خواسته شو اینه که به صورت مساوی بشه. ما از حق همه ایرانیان صحبت میکنیم، همه از حقوق همه صحبت میکنن. ما عزت ایران را میخواهیم، ما سربلندی ملت ایران را میخواهیم،
مردم ایران حقشونه که عزت داشته باشن، حرمت داشته باشن. مردم ایران حقشون این نیست که در این گنج و این نعمتی که خدا داده گرسنه باشن. برداشتی که از وحدت توسط کارگزاران نظام ارائه میشه، یعنی یک دست سازی اعتقادی و عقیدتی آحاد جامعه. با این نوع تعبیری که از وحدت دارند، هر گونه سرکوبی مباح و مجاز بلکه ضروری شمرده میشه توسط نهادهای اجرایی حکومت. عکس العملی که در جامعه نسبت به این رفتار و رویه ایجاد میشه تنفر، انزجار، طرد، دفع. ملت ایران ناامید شده از این که وضعیتش بهبود پیدا بکنه. این اعتراضات که الان در سطح کشور ما شاهدش بودیم، اعتراضات برای همینه ملت به این نتیجه رسید که دیگه مشکل ملت حل نمیشه. حقوق افراد اصلا در نظر گرفته نمیشه، مراعات نمیشه. یعنی افراد، مردم، آدم‌ها حق انتخاب دیگه ندارند. موظفند که به بهانه حفظ وحدت و اتحاد دقیقاً همون کاری رو بکنند که کارگزاران رژیم میخوان اینا رو انجام بدن و مردم قبول نمی‌کنند. یعنی با عملی که نظام در طول این 40 و چند سال انجام داده، نافرمانی مدنی رو در دل اکثریت مردم ایران بذرش رو پاشید. و اون وقت تعبیر کارگزاران نظام چیه از این قضیه؟ وقتی این میزان نفرت و انزجار رو ملاحظه میکنند، وقتی تمام شعارهای روزانه و شبانه رو میشنوند، از واحدان تا تهران جانم فدای ایران، آزاد باید گردد. چطوری تعبیرش میکنن؟ میگن این مردم فریب خوردن. نظر نظام، مردم ایران همه فریب خورده هستند. چطور میشه که آخه یه دستگاه حکومتی، یک نظامی بیاد به آحاد جامعه خودش بگه اینا همه فریب خوردن؟ چطور میشه که 85 میلیون آدم تو این مملکت از طرف نظام یه عده فریب خورده به شمار برن؟ این همه دانشمند، این همه متفکر، این همه هنرمند، اینا جاشون باید تو زندانها باشه. اینها همه فریب. به این هم اکتفا نشده، ما مشاهده میکنیم که حمله و هجوم متوجه ائمه جمعه، حجج اسلام، مجتهدین عظام صورت میگیره توسط نظامی که خودش رو میخواد نظام دینی در دنیا معرفی کنه. اما از علما و مجتهدین شیعه مثل آیت الله العظما شیخ یوسف صانعی، آیت الله العظما شیخ حسین علی منتظری، آیت الله العظما جناب سید محمد کاظم شریعت مدار، و هم بر علیه ماموستاها و مولویهای هموطنان اهل تسنن مشاهده میکنیم. همین اخیراً بود که جناب آقای عبدالمجید مرادزهی رو در خیابون 4 تا ماشین نیروهای مسلح پیچید جلوی اتومبیل ایشون برداشتن بردن. این نحوه رفتار رو خب جامعه میبینه، میگه آقا شما چه جور حکومت دینی هستید که با نمایندگان دینی که مردم بهشون اقتدا میکنند
سوالات دینیشون از اونها مطرح میکنند اینجوری تهاجم میکنید. همین عملی بود که همین دستگاه حاکمه در سال 1386 با حمله و هجوم به منزل جناب آقای دکتر نورعلی تابنده در بیدخت خراسان انجام داد. در سر سفره نهار عده گردن کلفت به عنوان اینکه سپاه اینا رو فرستاده حمله کردن، در و پیکر رو شیپوندن، اومدن ایشون رو از اونجا به عنف همراه خودشون بردن. و این از ذهن جامعه پاک میشه، فراموش میکنه این حرفا رو. مردم بیان در مراسم و نمایش های حکومتی شرکت کنند تا به دست خودشون به این حکومت قدرت و اقتدار سرکوب بیشتر خودشونو بدن. اگر اندکی خرد در وجود هر فردی باشه از این کار اجتناب میکنه، یعنی یه شعور تجربی پیدا میکنه بعد از 40 چند سال. این عامل بیداری مردم شده و کارگزاران نظام میخوان سر خودشون رو تو برف فرو بکنن و بگن که مردم فریب خوردن. این مسیری که نظام توش داره حرکت میکنه به بن‌بست رسیده. جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای مولانا عبدالحمید اسماعیل زهی هر هفته در نماز جمعه و جماعت شهر زاهدان در مسجد مکی اقامه نماز میکنند و خطبه میخونند، جمعیت کثیر حضور پیدا میکنه، شرکت میکنه، استفاده میکنه. بعد مدام اشخاصی از چپ و راست توسط نظام به میدون فرستاده میشن که اساءه ادب کنند نسبت به جناب آقای مولانا عبدالحمید اسماعیل زهی که این جمعیت کثیر پشت سر ایشون نماز اقامه میکنند و میلیون ها نفر به خطبه ها و خطابه های ایشون گوش فرا میدن. آیا سبب تنفر اونها نمیشه؟ میشه. آخه کارگزاران نظام وقتی رهبر نظام میگه آقا باید هدف رو مشخص کرد، راه رو مشخص کرد، تاکتیکا رو مشخص، برای چی؟ برای این که هرچه بیشتر مردم نسبت به این نظام تنفر پیدا بکنن. وسیله نقلیه نظام در بستر ایجاد تنفر و نفرت پراکنی داره پیش میره، حالا هر جوری که تاکتیک داره و برنامه ریخته و هر کاری کرده، در این تردیدی نیست. یه موقعی نظام اومد برای جلوگیری از موج اعتراض عمومی مردم و آتش فشان خشمشون که فوران کرده، اومد گفت اینا میخوان ایران رو تجزیه کنن، اینا میخوان ایران رو بذارن در سبد ابرقدرت ها، نمیدونم میخوان دوباره غرب‌گرایی رو رواج بدن. آخه چطور ممکنه که یک چنین برچسبی به ما مستها و به مولوی ها قابل انتساب باشه؟ و ما الان نمیخواهیم که روی مسائل قومی زیاد صحبت کنیم، نمیخواهیم روی مثلا مذهبی بریم. ما اولویت های من مسائل ملی هم، مسائل که شامل کل ملت ایران هم. این برچسب هایی رو که دستور میدید که امثال محمد جواد لاریجانی ها و علاءالدین بروجردی ها و این مده ها و آخوندک ها بزنن، اینها لایتچسبکه، اینا رنگ و روغن نداره، ولی نفرت پراکنی میکنه و این نفرت عکس العملش به خود شما برمیاد. این مسیر یک طرفه است، تردیدی نیست.
یعنی میشه در نمایش 22 بهمن وسط خیابون موشک آورد هوا کرد و پهباد آورد گذاشت و وسایل جنگی به نمایش گذاشت و غیره، ولی نمیشه حمایت مردم رو نشون داد. مردم ایران در داخل شهرها، در سراسر ایران و در شهرهای ممالک مختلف در اکثر نقاط جهان نیت واقعی خودشون رو، هدف واقعی خودشون رو، درخواستهای واقعی خودشون رو دارن فریاد میزنن. همه این صدا رو شنیدن، همه، و آثارش رو هم داریم مشاهده میکنیم. آثارش چیه؟ تغییر، تغییر. این تغییر اجتناب ناپذیره، اجتناب ناپذیر. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما با انفسهم. تا ادامه این گفتار، شما یاران عزیز به خدای بزرگ می‌سپارم. امین.